برای بی‌اعتبار کردن سخنان مطرح شده در دادگاه و در کنفرانس خبری نکته خاص مطرح شده که جای سوال دارد. برخی که شاید می‌دانند از شکنجه و فشار خبری نیست گفتند که سخنان دیروز آقای ابتهی به خاطر قرص‌هایی است که به او می‌دهند تا ذهنش را در هم بریزند. گفتند که یه قرصایی دادن به آقای عطیانفر و آقای ابتهی، البته از قول ایشون هم گفته بودند که آدمو میبره تو هپروت بعد این حرفا رو میزنه. درسته یا نه آقای ابتهی؟ این قرصا واقعا وجود داره که از جار و جنجال و هیاهوی دنیا آدم دور میفته و خلاصه این حرفا رو میزنه؟ چون واقعا واسه بعضی عجیب بود. من امروز نزدیک ظهر شنیدم که یک همچه بحثی مطرح شده. خب این بحث واقعا حالا علاوه بر این که توهینی به هم فهم مردم بود، هم توهینی به ما بود، به خاطر اینکه ما جدیترین مباحثی که تو ذهن من، لااقل خودم، جدیترین مباحثی که تو ذهنم بود راجع به مسائل سیاسی کشور، وضعیت فعلی کشور، نوع نگاه هم به مسئله تقلب و اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد، آسیب‌هایی که کشور دید، و اینا همش استدلال‌های کاملا روشنی بود که از طرف من ارائه می‌شد اونجا. این استدلال‌های روشن رو من اتفاقا قبل از زندان هم بحث‌های از اینها رو مطرح کرده بودم، به خصوص چون من دیدگاه نسبت به ایمان اسمی‌سوی از قبل از زندان یه مقداری متفاوت بود و طرفدار ایشان هم تو انتخابات نبودم، یک مقدارش مطرح کرده بودم. بخشی از اونها رو در اینجا یادم، یه روزی به آقای بازجو نشون دادم، گفتم ببین من حدود 20 تا 25 تا موضوع رو خیلی دوست دارم راجبش مطلب بنویسم، اینجا الان نوشتم، کاغذشم گذاشتم، ولی چون تو زندانه دوست ندارم از تو زندان چیزی بنویسم. هر کسی از تو زندان چیزی نوشته نسبت بهش انتقاد کردم. اگه روزی آزاد بشم اینا رو، کاغذا رو تو رو خدا به من بدین که این تیترا من یادم نره، که من این تیترا رو مطرح کنم. دیروز توی دادگاه چون دیدم زندان نیست و یه جای متفاوته از زندان دادگاهه. اول اون قرصا رو بگین، چون اون کاغذ رو بعد ازتون میپرسم. نه مثلا کاغذ نیست، میخوام بگم که من وقتی که تو اونجا آمدم دیدم که یه فرصت بسیار خوبیه، خلاصه اون نظریاتی که چندین وقت، چندین هفته تیترها و عناوینشو پیدا کرده بودم و به عنوان یه فکر که پشتش بود در آورده بودم، اونا رو خلاصه‌شو در اونجا مطرح کردم. طبیعتاً اینا نمی‌تونه که با من فکر می‌کنم، من هنوزم فکر می‌کنم که اون کسی که این حرفو زده به یه طنز بیشتر شبیه که من یک مباحث کاملاً جدی که امروز توی این مصاحبه اعلام می‌کنم، هر کسی نسبت به اون عناوینی که من بحث کردم پاسخ داره، پاسخشو بده. انشالله اگه اومدم بیرون من باز جواب میدم بهش. اجازه بدید من با ادبیات دینی خودم بگم. فکر میکنم در نهج البلاغه باشه، بر اساس فرمایشات و پیام‌های حضرتی که نسبت به برخی از مؤمنانی که رفتارشون و نگاهشون با طبیعت متعارف روزگار تفاوتی داره، هر شده یک اظهار نظری میشه اونجا. میگن قد یقولون قد خول تو، گفته میشود که اینا قاطی کردن، خول تو خلط کردن موضوع رو. علی ابن ابی طالب، حضرت مولا، نمیگه قاطی نکردن، میگه لقد خالتهم امر عظیم. آره قاطی کردن، ولی قاطیشون خیلی زیباست. یه امر عظیم اینها رو به هم ریخته، یک امر مهم اینها رو در هم ریخته. آره ما ریختیم به هم، ولی من اونجوری قاطی نکردم. من ریختم به هم. من قاطی نکردم. من ریختم به هم. یعنی من واقعا یه سری مبنا داشتم و دیدگاه داشتم و اون دیدگاه رو گفتم. اشکال نداره، درست. ولی من بله تغییر کردم. این با این صراحت شما میگید که تغییر کردم. این تغییر ناشی از یک شناخته، ناشی از یک حقیقت مسلمیه که بنده رو نسبت بهش متنبه کرده. و اون تنبه این که من اگر قرار باشه که نظام ایران، نظام جمهوری اسلامی پایدار نباشه، لطمه ببینه، من هویتی دیگه ندارم. طرح عدم حضور وکلای مدافع در دادگاه دیروز نکته دیگری است که به طور هماهنگ در رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی مطرح می‌شود. البته در جلسه دیروز دادگاه آقایان ریاحی و حسین آبادی از وکلای برجسته حضور داشتند، اما گفته می شود چرا به تعداد متهمان وکیل نبوده است. من قبول ندارم که این محاکمه منصفانه و آزاده، زیرا ایران یک سابقه طولانی در داشتن دادگاه‌های پوشالی داره و متهمان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
علاوه بر این اعترافات زیر فشار و شکنجه به دست اومده. اولین جلسه دادگاه به طرح کیفرخواست مقدماتی اختصاص داشت و هیچ اتهامی مشخصاً به کسی وارد نشد. بر اساس اعلام دادگاه، کیفرخواست تک تک متهمان در جلسات بعدی با حضور وکلای مدافع مطرح می شود و طبعا حق قانونی دفاع برای فرد فرد متهمان و وکلای آنها باقی است. متهمین در جلسه آتی که جلسه روز پنجشنبه است، مورقه 15/8/88 از سوی دادگاه محترم انقلاب اسلامی هم اطلاع آن صادر شده و به آنها هم خبر داده شده، می توانند از وکلای محترم خودشون در جلسه دادگاه هم استفاده کنند، به طوری که کیفرخواست های انفرادی هر یک از متهمین به اندازه مداخله یا دخالت اونها و نقش تاثیرپذیری هر یک آنها با نوع اتهامات اونها مشخص شده برای اونها ارائه خواهد شد، همراه با ادعانامه عمومی در اختیار اونها قرار داده خواهد شد و می توانند وکلای خودشون رو معرفی کنند از طریق دادگاه، هم ادعانامه و هم کیفرخواست های انفرادی دریافت کنند ضمن اطلاع از محتویات اونها و همراه با نظرات وکلای اونها در جلسه دادگاه از این دفاع کنند. دادستانی تهران و دادگاه محترم در چارچوب آیین دادرسی سعی و تلاش خودشون رو خواهند داشت که تمامی متهمین وقت کافی برای دفاع داشته باشند، آزادانه از وقت‌های خودشون استفاده کنن و ادله دلایل خودشون اگر ارائه میدهن هم بررسی انشاءالله دادگاه محترم هم با تمام ادله و مدارک و دفاعیات و مسائلی که از سوی وکلا معرفی میشه و ادله‌ای که از سوی کارشناسان محترم ارائه خواهد شد به اقناع وجدان خواهد رسید و رأی قانونی و شرعی را صادر خواهند کرد.